کسا احتمال اینکه شیطان سراغشون بیاد از این نوعی که بهشون رجوع کنه احتمال وقوع در این افراد خیلی بیشتر. آقا کسی که گناه کبیره انجام میده یعنی من خدا رو قبول ندارم دیگه. خب شیطون که بی بغل من عزیزم واضحه اون میاد سراغت. اما طرف از پررو گناه کبیره استمرار داره استمرار. میدونی چه گناه کبیره است دیگه؟ گناه کبیره اصلی زنا، دروغ، تهمت، قتل، رعایت نکردن حقوق والدین، ناامیدی از رحمت خدا، شرک به خدا، فرار از جنگ، خوردن مال یتیم، ربا، سحر و جادو، خیانت در غنیمت جنگی، نپرداختن زکات، گواهی ناحق و کتمان شهادت، خوردن شراب، ترک نماز، پیمان شکنی، چقدر عهد بره، قطع صله رحم، گفتار ناحق، گستاخی نسبت به خدا، کفران نعمت، کم فروشی، لواط، بدعت، غیبت، استمنا، خودارضایی جز گناهان کبیر است. اینا جز گناهان کبیر است. این گناه ها یعنی اینا پرده دری عظیمه در مقابل ها. گناه کبیری طرف میره استمرار زناکار عمدن میدونه زنا بده پرده دری میکنه در مقابل خدا عمدن این فعل رو انجام میده خیلی بده میدونه دروغ به معنی قشنگ پرده دری در مقابل خدا کسی روش کاری نداره شما چه خالی میمونه اینجور کسا احتمال اینکه شیطان سراغشون از این نوعی که بهشون رجوع کنه احتمال وقوع در این افراد خیلی بیشتره. باید توبه کنه با اینا آدم به خدا نزدیک نمیتونه بشه دست و پای خودشو میبنده نمیتونه بعد از اینا فاصله بگیریم. جالبه دیدید عموم این گناه هم حق الناس بود. ببینید خدا چقدر احترام برای حقوق بشر اینجاست. این حق نره غیبت حق تهمت نره زکات تو بده چون حق اون بدبخته تو دست تو جیب تو مونده مال حرام داری میخوری دیگه. ببین این پول مال یکی دیگه است تو جیب تو مونده داری میخوری مال حرامه. مؤمن اگه گناه بکنه سری پشیمونی تو دلش حاصل میشه. بعضی موقع دیدی شیطان ما رو گولمون میزنه میگیم من زایی است این گناهی که من کردم که به خدا میگه نه این خیلی خطرناک خودش گناه کبیره است مثل کار ابلیسه. بابا این همه ما قول دادیم خراب بشه نه صد بار اگر توبه شکستی بازا اون خدا ارحم و راهمینه صد بار اگر توبه شکستی.